جلسه اول در مورد طلاق، موضوع در چه صورتی مرد نمیتونه به زن خود رجوع بکنه. نحمد و نصلی علی رسول کریم. بحث ما امشب که فکر میکنم تا دو سه جلسه ادامه پیدا بکنه در مورد طلاق، همون مبغوظترین حلال در نظر الله متعال هست. الله متعال این طلاق را حلال قرار داده، اما مبغوظترین و ناپسندترین حلال در نظر الله متعال همین طلاق، و خود همین طلاق با اینکه مبغوظ الله متعال هست، الله متعال هرگز چنین چیزی را نمیپسندن، باز یکی از بهترین راهکارها برای درست کردن زندگی جدید هست. چون که اگر این بحث طلاق را الله متعال به عنوان یک حکم شرعی برای ما مسلمان ها نازل نمی کرد، چه بسا زندگی این دنیای ما دیگه بسیار با مشکلات بسیار بزرگی مواجه می شدیم. چرا که ازدواج صورت گرفته، حالا اگر قرار باشه که ما چه با این بسازیم یا نسازیم یا بسوزیم، به هر صورتی که قرار باشه با این زندگی بکنیم، این زندگی دیگر هرگز برای ما خوشایند نخواهد بود. لذا همینه، اگر چنانچه زوجین با هم نساختن و نتونستن به تفاهم درستی برسن و نتوانستن هم دیگر را درک بکنن و به هر نحوی زندگی کردن با هم برای این دو زوج مشکل شد، اینجا الله متعال این حکم طلاق را برای بنیانگذاری زندگی جدید برای مرد و زن الله متعال راهکاری نشان داده. و خود همین طلاق و سه طلاق شدن زن، خود این یک رحمتی برای زنها بوده. چرا که در زمان جاهلیت، در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و قبل از اسلام، اون موقع زنها را 100 دفعه 50 دفعه هر چقدر که میخواستن طلاق میدادن، و قبل از اینکه عده اونا تمام بشه باز میگفتن من رجوع کردم، و این طور بود که این زن دیگه، این مابین دیگه حیران میشد، نه با شوهر بود نه بی شوهر بود، نه زن این را، نه مرد این را آزاد میکرد که بره با شوهر دیگر ازدواج بکنه، و نه دیگه با این زندگی خوشایندی داشت. زندگی شده بود برای زنهای اون زمان یک زندگی بسیار تلخ و بسیار مخاطره آمیز. از این جهت که به نسبت این مسئله برای زنهای اون زمان مردها ظلم میکردن با همین طلاق ندادن، نهایتا نگاه الله متعال حکم طلاق سراسر ناظر کردن که بله، بعد از اینکه زن را شما 3 طلاق دادین، دیگه این زن برای شما زن نمیشه، بلکه شرایطی لازم هست که اگر احیانا بخواید دوباره ازدواج بکنین باید این مراحل طی بشه. از جمله در سوره بقره آیه 229 الله متعال حکم فرمودن که الطلاق مرتان، یعنی اون طلاقی که بعد از وقوع اون طلاق شما میتونین دوباره به زن خودتون رجوع بکنین، این دو تا طلاقه. یعنی اگر آمد مردی زن خودش را 1 طلاق داد، دوباره میتونه رجوع بکنه و اون را با اون زندگی بکنه. اگر 2 طلاق داد، باز هم میتونه رجوع بکنه و با اون زندگی بکنه. اما در آیه 230 سوره بقره آمده فإن طلقها، اگر مرد آمد بعد از 2 طلاق دوباره طلاقی داد و این طلاق باقی شده 3 تا قرار گرفت، الله متعال حکم فرمودن فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، دیگه این زن برای این مرد اولی که داشته با اون زندگی میکرده برای این حلال نمیشه تا که این زن بره با مرد دیگری ازدواج بکنه و با اون زندگی بکنه. بعد از مثلا گذشتن 3 حیض میره با اون مثلا زندگی با مرد دیگه ازدواج میکنه، با اون داره زندگی میکنه. اگر احیانا در آینده مرد دومش فوت کرد یا با اون هم سر ناسازگاری گذاشته و به هر نحوی طلاق دوباره واقع شد، اگر همون با همون زوج اول اگر خودشون صلاح دانستن و اینطور مصلحت دانستن که ما دوباره با هم زندگی بکنیم، دوباره با نکاح شرعی میتونن با هم دیگر زندگی بکنن. خلاصه مطلب اینه. لذا این طلاق ثلاثه، یعنی واقع شدن 3 طلاق، هم در اصل رحمتی برای زنهای زمان جاهلیت و همچنین این زمان هست. چرا که اگر مردها را در این مسئله آزاد میگذاشت، الله متعال برای زنها ظلم های بسیاری را روا می داشتن. لذا اصل همین دوستان دقت بکنین، در حدیث نبی خدا صلی الله علیه وسلم آمده، نبی خدا فرمودن 3 جدهن جد و هزهن جد. نبی خدا فرموده که 3 چیز هست، شوخی این هم جدیه و جدی هم جدیه، از جمله نکاح هست. مثلا در مجلس شما نشستین، مثلا به شما از طریق همون
ترتیب شرعی زنی را به شما پیش کردن یا به زنی مردی را پیش کردن به ترتیب به شرعی و اون گفت که من قبول کردم، دیگه مسئله تمام، اصلا نکاح بسته شده. شما چه به شوخی گفته باشی چه به جدی گفته باشی، و یکی از زن من طلاق هست و یکی از من رجعت هست. کسی مثلا زنش را طلاق داده، میگه من به شما رجوع کردم، همین گفتن رجوع کردم چه کفایت میکنه؟ شوخی این هم جدی هست، به جدی هم جدیه، رجوع ثابت میشه. حالا بحث ما در مورد طلاقه. اگر آمد و شخصی به زن خودش چه به شوخی چه به جدی وقتی که لفظ طلاق را استعمال میکنه، این زن متاسفانه از مردش دیگه طلاق واقع میشه. اگر یک طلاق واقع شده، خب دوباره میتونه رجوع بکنه. دو طلاق واقع شده، دوباره میتونه رجوع بکنه. اما اگر سه دفعه مثلا طلاق واقع شده، دیگه برگشتن این زن به مرد اول که مثلا اون شرایطش رو باید طی بکنه، به گفته این که من شوخی کردم و فلان کردم، این مسائل اصلا در بین نیست. لذا دوستان همینه، باید مواظب این موارد باشیم. اگر کسی دقت بکنین، اگر کسی لفظ طلاق را، طلاق خود لفظ طلاق را استعمال کرد، بدون نکاح میتونه به زنش رجوع بکنه. اگر بار دوم لفظ طلاق را استعمال کرد بدون نکاح، میتونه به زنش رجوع بکنه. بعد از سه طلاق دیگه رجوع کردنی همینطوری ثابت، یعنی ثابت نیست که به جای خودش، اصلا درست نیست یعنی. اما اگر کسی به کنایه در خشم و قهر و غضب گفته برو بیرون فلان، دیگه نمیخوام شما رو ببینم فلان، از این حرفا بزنه، و اگر نیت طلاق نداشته باشه، اینجا طلاقی واقع نمیشه. اما اگر نیت طلاق داشته باشه، اینجا طلاق واقع میشه. و برای برگشتن این زنی که به این الفاظ کنایه میگن، به این الفاظ طلاق نه، همین به الفاظ خشم برو بیرون فلان، این مسائل، نیت طلاق داشته، اینجا طلاق واقع شده، طلاق باین میگن. و برای چنین طلاقی که واقع شده، لازمه که دوباره چی بشه؟ نکاح کرده بشه. لذا دقت کنید دوستان، اگر کسی در خانه نشسته، در بیابان، در دریا هست، همین که طلاق را گفتی و گوش شما شنید و نیت شما بر زن خود شما بوده، اینجا دیگه همین شنیدن گوش شما دیگه طلاق واقع شده. کسی بوده یا نبوده ربطی به این موضوع اصلا نداره، چه در خلوت چه در جلوت، هر صورتی که باشه، اگر گوش انسان اون چیزی را که خودش گفته شنیده و نیت قلبی او بر زن خودش بوده، این طلاق متاسفانه واقع میشه. یعنی حالا آمد و کسی زن خودش را سه طلاقه کرد، دقت کنین، بعضن هستن یک کلام میگن برو فلان سه طلاقی، یا جداگانه طلاق 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 بگه، در هر دو صورت طبق فتوای مذاهب اربعه اهل سنت، این زن از مردش باید جدا بشه. اون ترتیب شرعی که، راهکار شرعی که باید طی بشه، باید طی بشه اگر قرار دوباره به شوهر اولش بخواد برگرده. زن آمده سه طلاق شده، بعد از واقع شدن سه طلاق، بعد از گذراندن سه حیض، اگر شکم در شکم او بچه‌ای نباشه، باید با مرد دیگری ازدواج بکنه. اگر بچه‌ای داشته باشه در شکمش، بعد از واقع شدن سه طلاق، باید مثلا بعد از آمدن به دنیا آمدن بچه بره با مرد دیگری ازدواج بکنه. بعد از گذشتن سه حیض، اگر بچه تو شکمش نبود، با مرد دیگر ازدواج بکنه. یعنی ازدواج شرعی، ازدواج خیلی عادی. و به مرور زمان، حالا بعدها اگر خدای نکرده با اون شوهر دومش هم نساخت، یا خدای نکرده اون شوهر دومش از دنیا رفت، بعد از گذراندن عدت، دوباره میتونه به شوهر اول چکار بکنه. اگر خودشون صلاح دانستن، مصلحت دانستن، دوباره چکار بکنه؟ ازدواج بکنن. نظر راهکار اسلامی بعد از واقع شدن سه طلاق اینه. اما متاسفانه در ما، بین ما اهل سنت، بعضی از اشخاص هستن که اینجا یک راهکار شیطانی را استعمال میکنن برای حلال کردن زنها، که انشاءالله من در این مورد در جلسه دیگر به شما در این مورد توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.